یا خواهره همینطور. به خدا اینا بودن که ما را اینجوری پرورش دادن تو انقلاب خرمیم تا یه چنین نسلی بره این ماموریت انجام بده و برگرده. میخواستم از تک تک این برادرهای مجاهد، الان شما از صحنه عاشورا میگفتین، به خدا روز پنجم اعتصاب خشک بود، من درد مریضیم گرفته بود، خیلی تحت فشار بودم. اول لحظاتمون بگم چند تا لحظه داشتم، گفتم که خدای آخه تشنگی یه طرف، این مریضی دیگه چیه. بعدن استغفار کردم، بعدن این صندوق صدقی که برای ما باز کردید واقعا همیشه کلید و چیز اون مشکل گشا و مفتاح همه چیزای ایدولوژیکیمون هست. من بعدن گفتم مریضیم یه طرف فشار می آورد، از اون طرف علی طولمی رو می دیدم. من به بچه هم گفتم این تو تلویزیون ما آفریقایی ها اینایی که گشنن اینا رو دیده بودیم، بعد علی طولمی یا چیز رحیم یا چند تا دیگه از بچه ها به خدا بعضشون از اونها خیلی بدتر بودن. من اینا رو که می دیدم واقعا شرم می کردم، خجالت می کشیدم، می گفتم که مهدی خجالت بکش، آخه اینا که کنار دست تو هستن، اینا تو که وضعت بهتر از ایناست. بعد لحظه مو گرفتم گفتم که وای بر تو، وای بر تو، بعد عهد و پیمان که بستی بایستی تا آخرش هم باشی. مگه در اول سال این سوره احزاب و آیاتی رو که گفت حفظ کنید هدیه نداد؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم، کو اون صدقی که دنبالش بودی؟ همیشه میگفتی که تو امتحان، تو سختی ها، تو تشنگی ها، تو گشنگی ها، تو از امتحان سربلند بیرون خواهی آمد، کجاست این چیزا؟